بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و عرض تبریک و تهنیت عید الله اکبر، عید سعید قدیر، به پیشگاه با عظمت مولامون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مولایمان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت قمر منیر بنی هاشم علیه السلام. امیدوارم که خداوند متعال این عید را بر همه ما و شما مبارک بدارد و در عداد یاران و سربازان با اخلاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف قرار بدهد ان شاء الله. طبق روال هر شب عرض سلام و ادبی داشته باشیم خدمت مولامون ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولامون حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. و سپس برنامه امشب رو آغاز کنیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که بزرگوارانه این شبها بنده رو تحمل فرمودید و این برنامه رو نگاه کردید. انشاءالله که این سلسله مباحث مورد عنایت مولامون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده باشد و همه شما از اون بهره برده باشید ان شاء الله. شب آخری است که بنده تسلیم میدهم و عذرخواهم اگر چنون چه قصور یا تقصیری در عرایض بنده بوده است، ان شاء الله که به بزرگواری خودتون خواهید بخشید. امشب نیز بحث ما درباره قدیر خواهد بود و امشب با موضوعی که محط اختلاف و بحث بین مسلمانان واقع شده است مقدمه ای را عنوان کنم تا برسیم به بحث قدیر.
اون این است که مسلمانان در مورد جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر دو دسته تقسیم شدند به طور کلی، ولو اینکه در همین تقسیم هم تقسیم‌های دیگری مشاهده می شود و اختلافاتی دیگر هست، اما اختلاف اصلی و اساسی در دو جانب مشاهده می شود. یکی اینکه قائل باشند جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید به واسطه شورا و مشورت صورت بگیرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جانشین برای خود تعیین نکردند. این ادعای عده‌ای از مسلمانان هست، عده‌ای از افراد که اینها اینطور مدعی شده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای خود جانشین تعیین ننمودند و این امر را به خود مسلمان‌ها سپردند. اما عده دیگر که مذهب حقه شیعه اثناعشریه قائل به این قول هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جانشین خود را تعیین فرمودند و بارها بر اون تأکید داشتند و در غدیر خم این امر را به صراحت بیان کردند و در ملأ عام و به همه مسلمانان گوشزد کردند و بعد فرمودند باید هر کسی که در اینجا حضور دارد به کسانی که غائب هستند و در اینجا حضور نیافتند به اونها ابلاغ بکند. فلیبلغ الشاهد الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، تا روز قیامت میبایست نسل بعد از نسل و طبقه بعد از طبقه دیگر این امر را به یکدیگر برسانند و ابلاغ کنند و خبر بدهند که جانشین بعد از من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است و بعد از او فرزندش حسن، سپس فرزند دیگرش حسین و بعد امامان از نسل حسین ابن علی 9 امام تا قیامت. این امامت به این کیفیت پای بر جا است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امامت را در روز غدیر خم تا به آخر برای مسلمانان تشریح فرمودند و تصریح داشتند که امامت در این افراد باقی خواهد بود. بنابراین بحث ما و اهل سنت در رابطه با این عنوان است که ما میگوییم که پیامبر جانشین برای خود تعیین کرده است. اونها مدعی هستند که پیامبر جانشین تعیین نکرده و بلکه اون را موکول به شورا نموده است. حالا صرف نظر از این که این امر شورا از نظر تاریخی ما میبینیم دوچار اشکالات فراوان هست، با اقرار و با فرض گفتار اونها که اگر چنون چه ما بخواهیم غیر از اشکال اصلی که وارد هست بر عنوان شورا، علاوه بر اون خود این عنوان و این شور و مشورت و این انتخابات صورت نگرفته است. این یک امر واضحی هست در تاریخ، زیرا که در سقیفه بنی ساعده عده اندکی اینها جمع شدند و این افراد اندک تازه بینشون اختلاف شد و همشون با ابوبکر بیعت نکردند و چند نفر انگوش شمار با ابوبکر بیعت نمودن که حتی خود عمر که داعیه دار این امر بوده است بالای منبر بعدها گفت کانت بیعت و ابی بکر فلته و قالله شرها فمن عاده الیها
فقتلوه یا فمن عاد فقتلوه میگوید که بیعت با ابوبکر یک فتنه ای بوده است، یک امر خلاف قاعده ای بوده است و خلاف شرع بوده است که خداوند متعال مسلمانان را از این فتنه و از این شر مسون بدارد و یا اینکه مسون داشت، حالا به هر نحوهی که قرائت بشود یا تفسیر بشود مضمون کلام اینه. و بعد میگوید اگر کسی به این روش و رفتار دوباره بازگشت و چنین چیزی پیش آمد کرد در بین مسلمانان، او را به قتل برسانید. یعنی اگر چنون چه کسی به این صورت بخواهد مورد بیعت واقع بشود باید کشته شود. پس معلوم می شود که بیعت ابوبکر را و شورای ابوبکر را خود عمر قبول ندارد تا چه رسد به دیگران. و علاوه بر اون اگر چنون چه بنابر این بود که شورا صورت بگیرد برای انتخاب جانشین پیامبر، پس چرا ابوبکر عمر را تعیین کرد؟ چرا باز نگفت که مردم خودشون انتخاب بکنند و به شورا بنشینند، مشورت کنند با یکدیگر؟ به چه دلیل و به چه استنادی ابوبکر عمر را جانشین خودش تعیین نمود بدون مشورت با احدی از افراد مسلمان؟ و همچنین عمر چطور شد شورای مسلمانان را مبدل کرد به شورای شش نفره که در این شش نفر میبایست این امر تحقق پیدا بکند و یک نفر از این شش نفر میبایست انتخاب بشود و او را جانشین تعیین کنند؟ که باز هم به اون صورتی که بعضی از شبهای گذشته اشاره کردم که میگوید اون اگر چنون چه سه نفر یک طرف قرار گرفتن، سه نفر طرف دیگر، اون سه نفری که عبدالرحمن ابن عوف در بین اونها هست، گفتار اونها باید تبعیت بشود و سخن اونها مقدم هست. چه خصوصیتی داشته است عبدالرحمن ابن عوف که باید سخن اون گروهی که او در بین اونها هست مقدم داشته شود؟ و بعد به چه دلیلی و به چه وجه شرعی اگر که اونچه افرادی مخالفت کردند، دو نفر یک طرف بودند و پنج نفر یک طرف دیگر، اون دو نفر باید کشته بشوند؟ سه نفر یک طرف بودن، سه نفر یک طرف، اون سه نفری که عبدالرحمن ابن عوف در بین اونها هست اونها مقدم داشته شوند و اون سه نفر دیگر میبایست مخذول و منکوب بشوند و یا مقتول بشوند. و اینها سوالاتی است که علمای ما مطرح نمودند در باب شورای عمر و هنوز آیان برادران سنی رفتن که جواب بیاورند و هرگز جوابی نمیتوانند بیاورند که مطابقت داشته باشد با عقل سلیم و یا با شرع مقدس و معارف دینی ما. اما ما وقتی مراجعه کنیم به قرآن کریم راجع به مسئله شورا و راجع به انتخاب، قرآن کریم در یک جا میفرماید که مردم نمی توانند اختیار کنند و گزینش داشته باشند و گزینش از آن خداوند متعال می باشد که خداوند برترین افراد را گزینش می کند و اختیار می کند. می فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. یعنی پروردگار تو می آفریند و گزینش می کند و نشاید که آنان گزینش کنند. و یا اینکه طبق
دو تا تفسیری که در این آیه کریمه هست که یک تفسیر و یک بیان در موقع وقف بر کلمه عرشبت که ما کان لهم الخیره در و ربک یخلق ما یشاء و یختار در کلمه و یختار اونجا وقف کنن در موقع قرائت آیه کریمه. این ترجمه ای که عرض کردم طبق این وجه قرائت است. یا وجه قرائت دیگر که می‌فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره که وقف بر کلمه خیره باشد، یعنی پروردگار تو می آفریند و اون چرا که برتر هست و مصلحت مردم و بهترین مردم هست او را خداوند گزینش می کند، یعنی گزینش خداوند بر فرد اصلح و اتم می باشد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره که این مای موصول است به اصطلاح ادبیات عرب، یعنی اون چرا که بهترین است خدا انتخاب می کند. بنابراین انتخاب کردن مردم را نسبت به اون مقاماتی که خداوند متعال برای افراد بشر قرار داده است از نبوت و رسالت و امامت، این رو خداوند متعال مختص خود قرار می دهد. از سوی دیگر در مقام شورا، آیا قرآن کریم راجع به مشورت کردن ساکت هست یا اینکه نه مشورت کردن و شورا در آیین مقدس اسلام شأنی دارد؟ بله، در آیات قرآن ما می‌بینیم از برای شورا و مشورت یک شأنی هست، اما در کجاها؟ بعضی از موارد رو که در قرآن کریم راجع به مشورت آیاتی نازل شده است، اینها رو بنده یادداشت کردم که اشاره کنم به اونها. تفصیلش باید فرصت بیشتری بوده باشد تا انسان بیش از این راجع به مسئله شورا و مشورت در اسلام بحث و بررسی خود را به عرض برساند، ولی به مقداری که انشاءالله همه بینندگان استفاده کنند در هر سطحی که بوده باشند اینا رو اشاره می کنم. در سوره مبارکه بقره آیه 233 خداوند متعال می فرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه تا آخر آیه کریمه. خلاصه آیه رو من اشاره می کنم. خداوند می فرماید مادرانی که بچه شیرده هستند اینها اگر مایل باشند که رضاء کامل باشد، شیردهی به کمال برسد، دو سال میتوانند نوزاد خود و فرزند خود را شیر بدهند، اون فرزند شیرخوارشون را تا دو سال شیر بدهند. اما اون به اصطلاح مخارج و هزینه هایی که نیاز دارد این شیر خوردن بر عهده اون پدر هست و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، به صورت متعارف و معمول میبایست حقوق اینها رو بپردازد. حالا اگر چنون چه اون مادر به هر دلیل نتواند فرزند خودش را شیر بدهد یا اینکه بخواهد کمتر از دو سال کودک را شیر بدهد و بخواهند یک خانم دیگری را برای شیر دادن استخدام بکنند، در اینجا قرآن کریم می‌فرماید با مشورت این کار را انجام بدهند مانعی ندارد. و در این رابطه می فرماید فَإِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر بخواهند که از شیر بگیرند این فرزند را طبق
رضایتمندی هر دوی اونها انتراض منهما و تشاور، یعنی زن و شوهر با همدیگر رضایت یکدیگر رو جلب بکنند و با هم مشورت کنند. که اینجا ببینید شرع مقدس اسلام مشورت زن و شوهر را چگونه تأیید میکند و اینکه بعضی از افراد نابخرد احیانا میبینیم متاسفانه مطالبی بر زبان جاری میکنند راجع به زنان که اینا مخالف با صریح آیات قرآن کریمه. در خصوص مسائل خانوادگی، در مسائلی که مربوط به هر دو طرف هست، زن و شوهر هست و مصلحت فرزندان هست، اینها موظف هستند با همدیگر با مشورت عمل بکنند، با همدیگر رضایت یکدیگر رو جلب بکنند. طور نباشه که تکروی داشته باشند، مثلا بعضی از مردها که اینها بخواهند تحمیل کنند نظر خودشون را، یا بعضی از خانم ها بخوان نظرشون را تحمیل کنند، که این درست نیست. باید با یکدیگر مشورت کنند طبق آیه قرآن سوره بقره 233، همونطوری که عرض کردم. پس این حدیث، این جریان مشورت هست در دین مقدس اسلام در یک موضوع مهم خانوادگی. مورد دیگر که قرآن کریم مشورت را بیان می کند در موضوع جنگ و صلح و امثال اینها هست، که این امر در رابطه با جنگ احد نازل شده است که خداوند متعال می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. سوره مبارکه آل عمران آیه 159. خلاصه آیه کریمه رو ترجمهش رو اشاره می کنم به این که به رحمت خاص پروردگارت تو نسبت به این مردم نرمش یافته ای، ای پیامبر، که با مردم با نرم خویی رفتار می کنی و اگر چنون چه سخت دل بودی و خشمگین بودی و شخص بسا عصبانی می بودی، مردم از دور بر تو پراکنده می شدن، مردم متفرق می گشتن. لنفضوا من حولک فاعف عنهم، پس از اونها بگذر ای پیامبر، و استغفر لهم، برای اونها طلب آمرزش کن، و شاورهم فی الامر، علاوه بر اون در امر خودت با اونها مشورت کن. در این و شاورهم فی الامر که محط بحث ما هست، یعنی در خصوص اموری مانند جنگ و یا صلح و امثال اینها، که در مواردی ما میبینیم رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مشورت چنین بوده است که اشاره خواهم کرد. فاذا عزمت فتوکل علی الله، که اگر چنون چه تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، و سخن تو مقدم هست و تصمیم گیری با تو می باشد در نهایت امر. یه توجهی و توسلی و روی کردی به حرم مطهر آقا امام حسین علیه السلام داشته باشیم و میان برنامه ای و بعد در خدمتون خواهم بود انشاءالله. یا نظم همه منظومه و افلاک و سماوات و تمام کره خاکم و کوه و بیابان جهان و مه و مهر و گل و دریا بنی آدم و خیلی
سیل ملک و سعی و صفا، سعی و صفا، جبل و رحمه و هم زمزم و تو، زمزم و تو، شرف و عزت و آزادگی و بندگی و هرچه که میدانی و میدانم و جوی و جریان و قلم و کوه، قلم و کوه، بیم و رو، بیم و رو، مرسل آدم و نور، خود زهرای بتول، همه آنچه که گفتیم و نگفتیم، منظور فقط حب علی بود، 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 زمین بود و زمان بود و عیان بود، چه مقصود دل احمد مختار، علی ابن ابی طالب، همان شاه نجف بود. یا ایها الرسول، یا ایها الرسول، یا ایها الرسول، یا ایها از پیک خدا خواجه عالم هیدا، شرف دوده آدم هیدا، نبی پاک و مکرم هیدا، که علی ختم رسالت هیدا، گوهر بحر جلالت هیدا، نبی امی خاتم، پدر عالم و آدم، صلوات از سوی حق بر تو و بر آل تو هر دم هیدا، به علی باش مبلغ، به تو امر از طرف خالق سرمد شده بله، برسان حکم خدا را و بگو گفته ما را، که خدا یار تو باشد هیدا، به گوشا لعل لب و بانگ به عالم بزن و هیدا، سیطره کفر و دروغی همه بر هم بزن، از شیر خدا دم بزنین هیدا، برسان بر همگان حکم خدا را. که بر دور و بر شم، خلق در آن برکه شده جم، چو پروانه که بر دور و بر شم، بفرمود نبی تازه جهاز شتران گشت، به پا منبر و چشم همه بر قامت پیغمبر، و بگذاشت نبی پای بر آن منبر و فرمود بسی حمد و ثنای احد داور، و پس خوان یکی خطبه غرا ز هر نفس مبرا، به نوایی که بسی بود دلارا، به ندایی که زن و مرد شنیدن ز لعل لبشان طرف ندارا، قدیر خم و ختم رسول و خاطره دست یدالهی حیدر، به روی دست نبی بود، عجب روز و شبی بود، عجب تاب و طبی بود، رسول مدنی گفت منم خاتم خیل رسول و سرور و آقای شما، دلبر و مولای شما، سید عظمای شما، آیت کبرای شما، ماه دلارای شما، والی بالای شما، و علی هست کنار من، و من از علی و حیدر کرناز من، ما همه از نور خداوند رحیمیم و کریمیم، و هر کس که مرا سید و آقای خودش دید بداند که علی بعد من آقای جهان است، و چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، بدانید علی آن که در قلعه خیبر بکند با سر انگشت کرامت، علی به شجاعت، علی به صلابت، علی به درایت، علی و علی بعد رسول مدنی شمس هدایت بود، و
راه شفاعت به جز از کوی علی نیست. آدمیان آدمیان عالمیان آدمیان، علی حسن حسین است، علی سر ما بین است، علی یار ما این است، علی فخر زمان است، علی میر سماوات و زمین است، علی حبل متین است، امام است و امین است، همین است و همین است، همین است و همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین. علی کیست؟ ولی الله، علی وجه الله، علی عین الله، علی باب الله، علی نور الله، علی سر الله یکتا، علی آیت عظما، علی عالم اسما، علی عالی و اعلا، علی مالی و مالا، علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسد، خدا را، خدا را به جز او نشناسد. به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسند علی را. به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را. در میان دست حیدر پیداست نور مهدی، بر نگین مولاست جلوه او، آرزوی دل هاست. یبن زهرا، یبن زهرا. همونطوری که عرض کردم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عنوان مشورت و شورایی که در آیه سوره مبارکه آل عمران وارد شده است، بحث جنگ و صلح و امثال اینا است و ما میبینیم در رابطه با این امور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خودشون مشورت هایی داشتند. گویی که طبق عقیده شیعه و سنی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیازی به رأی و نظر اونها نداشتند. در این حال مواردی که از جانب خداوند متعال یک امر قطعی و حتمی نبوده است، برای تحبیب قلوب صحابه و توجیه آنان به مسیر صحیح و همچنین سنت شدن این امر مشورت، به اینکه بعد از این هم افراد اینها مستبد برای نباشند و این استبداد رو کنار بگذارند و طبق آیین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با دیگران مشورت بکنند و رأی خودشون فقط نباشد. برای مثال در خود جنگ بدر که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه خارج شدند و به اصحابشون فرمودند که حرکت کنید، که یکی از این دو امر خواهد بود، یا به کاروان قریش می رسیم و غنایمی را به دست می آوریم به سبب اون ظلم هایی که قریش داشتن نسبت به افراد مهاجر
و اموال اینها رو مصادره کرده بودند تقاصی صورت بگیرد و اموال کاروان را به دست بیاورند، و یا اینکه جنگ خواهد شد و بین ما و مشرکین جنگ واقع می شود. از اول پیغمبر اکرم مطالب رو شفاف بیان کردند. در این حال وقتی که رسیدن کاروان قریش از راه دیگر گریخته بود و ابو سفیان که خبردار شده بود از حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاروان را از بیراهه به مکه رسانده بود، اما لشکری را تدارک دیده است و به همه اهل مکه اعلام داشته است که همه تون باید همکاری کنید و همراهی کنید برای جنگ. لذا جمعیت فراوان جمع شدن، پهلوانهایی را آوردن همراه خودشون و نزدیک به 1000 نفر مرد جنگی با تجهیزات و وسائل و ساز و برگ نظامی اینها جمع شدن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با جمع اندک 313 نفر بدون ساز و برگ جنگ، چون که اینها آمدن به خیال اینکه به کاروان میرسند، حالا مواجه شدند با یک جنگ به این کیفیت که جمعیت لشکر مخالف 3 برابر و بلکه بیشتر هست از جمعیت خودشون، ساز و برگشون هم بسیار هست. پیغمبر اکرم با اونها به مشورت نشستن که شما نظرتون چه هست، با اینها جنگ کنیم یا مثلا عقب نشینی کنیم، چه کار کنیم. وقتی که اونها اعلام داشتند فداکاری خودشون را و با حماسه گفتن که ما باید با اینها برخورد داشته باشیم، اون وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهیای جنگ و مقابله و برخورد با مشرکین شدند. خداوند هم کمک کرد و مسلمانان 313 نفر بر جمعیتی بالغ بر 1000 نفر غالب و پیروز گردیدند، بدون اینکه مسلمان‌ها ساز و برگ نظامی داشته باشند. اینا اکثرشون چوب دستی به همراه داشتند و سلاح جنگی با خود نیاورده بودند و شمشیر در این جنگ یکی دو تا بیشتر نبود، یکی دو شمشیر، بقیه با چوب دستی. اما خداوند متعال این پیروزی را نصیب مسلمانان نمود. نمونه دیگر و مورد دیگر در مشورت در جنگ احد بود که وقتی که اینها آمدند مشرکین برای جنگ با مسلمانان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خود به مشورت نشستند ببین که چه کار کنیم، آیا در شهر بمانیم و از دفاع بکنیم یا اینکه از شهر بیرون برویم برای جنگ و مقابله با اونها. خب افراد اکثر اینها رأی دادن و نظر دادن که باید ما بریم بیرون شهر جنگ بکنیم و بینی اونها رو به خاک بمالیم. وقتی که اونها نظرشون چنین شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظر آنان را محترم شمردند و از شهر خارج شدند، در این حالی که نظر و رأی پیغمبر این نبود که از شهر خارج بشن، ولی تن به گفتار آنان دادند و بعد اون صدمه ها و مصیبت ها هم وارد گردید. آیه ناظر به این جهت است که با وجودی که رأی اونها به این جا منتهی گردید، باز هم پیغمبر را خداوند متعال می فرماید مشورت کن با اونها و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، که نه تنها به روی اونها نیاورد که شما بودید که ما را به اینجا کشوندید و به این مرتبه و به این مرحله رسوندید و این مشکلات و صدمه ها و آسیب ها وارد آمد، با اونها به مشورت بنشیند. باز هم پیغمبر اکرم در جنگ خیبر، پیغمبر اکرم
مشورت کردن، در بعضی موارد دیگر و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشورت را وا نگذاشتند. اما نسبت به مورد سوم که در قرآن کریم عنوان شورا آمده است و اون جمله و امرهم شورا بینهم که حالا ما میبینیم که این رو شعار قرار میدن در مثلا شوراهایی که تشکیل داده میشود و امرهم شورا بینهم، در این رابطه هم که سورهی به نام سوره شورا به همین اعتبار در قرآن کریم نازل شده است. در این سوره شورا این آیه و این جمله در آیه 38 این سوره مبارکه می باشد. در این آیه کریمه یا آیاتی که هست و تا این به اینجا منتهی می شود، خداوند متعال صفات مؤمنان راستین را بیان می کند که این افرادی که اینها تکیه بر خدا دارند و توکل بر خداوند دارند، اینا این صفات را در بینشون دارند که از گناهان کبیره اجتناب میکنند و از فواحش کارهای زشت و ناپسند دوری میگزینند و وقتی که خشمگین میشوند از طرف مقابلشون میگذرند و عفو میکنند و اذا ما غضبوهم یغفرون و دعوت پروردگارشون را اجابت میکنند، نماز را برپای میدارند و امر اونها بینشون به صورت مشورت هست و امرهم شورا بینهم و من ما رزقناهم ينفقون تا آخر آیات کریمه. خب ما میبینیم که مذهب به آیه کریمه در رابطه با اموری است که اینها مربوط به رهبری نیست، مربوط به زعامت نیست، مربوط به این جهت نیست، بلکه در امور به اصطلاح دنیوی مسلمان ها با هم دیگه به مشورت بنشینند، نه در امر دینی. و الا وقتی که خداوند متعال یه امری را بر مردم واجب کرده است یا حرام کرده است، اونجا دیگه معنا ندارد به مشورت بنشینند. مثلا ما نماز بخوانیم یا نخوانیم، امسال روزه بگیریم یا نگیریم، مثلا هوا گرمه روزه بگیریم یا نه، مثلا آیا در این رابطه ما میتونیم با هم مشورت داشته باشیم، یا فرض کنید در اموری که حرام هست، مثلا بنشینن افرادی اینا دزد و راهزن هستن، ما بریم فلان جا فلان جماعت رو لخت کنیم، مثلا اموالشون را به یغما ببریم، آیا اینها صحیح هست؟ نه، اینا صحیح نیست و جایی از برای مشورت نمی باشد. علاوه بر اینها مسئله رهبری در اسلام هست که زعامت مردم و جانشینی پیامبر، همونطوری که مقام نبوت و مقام رسالت مقام مقدسی هست، آیا جانشین پیامبر میتواند یک شخص به اسلام معصیت کار باشد، یک شخص تبهکار باشد، یک شخصی باشد که ظالم باشد نسبت به مردم؟ هرگز چنین نیست. ولذا ما که نمیتوانیم باطن افراد را تشخیص بدهیم، چطور میتوانیم امام برای خودمون انتخاب کنیم و تعیین کنیم؟ فلسفه قدیر این هست و حکمت قدیر این میباشد و حقیقت قدیر آن است که خداوند متعال برای مردم تعیین تکلیف میکند، برای مردم جانشین پیامبر را معرفی می نماید و به پیامبرش دستور می دهد که این جانشینت را به مردم ابلاغ کن، که اگر ابلاغ نکنی اصلا رسالت را به جای نیاورده ای. پس امر قدیر معلوم شد که یک ضرورت دینی بوده است و الهی بوده است و خداوند متعال جانشین پیامبر را صلی الله علیه و آله و سلم به مردم ابلاغ کرده و معرفی فرموده است. روی این اساس این عید بزرگترین اعیاد است. و بعد در رابطه با این عید ما میبینیم اعمالی را به ما دستور فرمودند، ولو اینکه دقایق کوتاهی از
برنامه باقی مونده است، بنده به اختصار اشاره می کنم از اعمال این روز عید سعید قدیر: غسل کردن، زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام از راه دور و نزدیک، که زیارت اون حضرت سبب آمرزش گناهان و سبب قضاء حوائج دنیوی و اخروی می باشد. و عرض شود که از جمله اعمال مهم این روز است. و دیگر اطعام در روز عید سعید قدیر است. به دیگران انسان غذا بدهد، اطعام کند و یا انفاق بکند که ثوابش چندین برابر خواهد بود از ایام دیگر و اوقات دیگر. و یکی از سنت هایی که مخصوصا در ایران به حمد الله رایج هست، رفتن به دیدار سادات هست و گرفتن عیدی از دست سادات و ذریه پیامبر، مخصوصا از علما و دانشورانی که اینا از ذریه امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشند. و ما سالهایی که در ایران بوده ایم اونجا به حمد الله این برنامه رو داشتیم و امسال در کنار قبر آقا امام حسین علیه السلام دعاگوی همه عزیزان هستیم. امیدواریم خداوند متعال این عید را بر همگان مبارک بدارد، مخصوصا با فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خوشحالی ما کامل گردد. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر. بنده تشکر ویژه دارم از این عرصبت که برنامه ای که این شبکه جهانی امام حسین علیه السلام برای بنده فراهم نمودن، در این شبها توانستم در خدمت شما عزیزان بوده باشم. از همه شما هم تشکر دارم و هم از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام که این برنامه رو برای بنده مهیا نمودن که بتوانم عرض ادبی داشته باشم و انجام وظیفه‌ای داشته باشم نسبت به شما عزیزان. انشاءالله که خداوند متعال همه ما و شما رو مورد عنایت آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف قرار بدهد. یک عمل دیگر رو هم به اختصار اشاره کنم که فرمودن که بساط دقیقه آخر هست، روزه روز عید سعید قدیر هم بسیار فضیلت دارد، بسیار فضیلت دارد که مطابقت می کند با 60 سال روزه مستحبی انسان انجام بدهد. انشاءالله خداوند متعال توفیق علم و عمل و دوری از معصیت به همه ما عنایت بفرماید. همگیتون رو به خدا می سپارم، دعاگوتون خواهم بود انشاءالله در حرم مطهر آقا امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت، پر میزنه شبونه، هر میزنه شبونه، مولای من حسین جان.